خب دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد و از جوان تنی سالم داشته باشید. انتخابات مرحله اول ریاست جمهوری در ایران به پایان رسید و همونطوری که انتظار می‌رفت با شرکت بسیار پایین مردم در انتخابات تقریبا رفراندومی برگزار شد با حضور 40% و با عدم حضور 60% واجدین شرایط شرکت در انتخابات و تقریبا به صورت یک رفراندوم ناخواسته، یک رفراندوم نانوشته به مرحله‌ای رسیدیم که انقلاب اسلامی ایران رو رد کردیم و به سمت سرنگونی رفتیم. به هر حال انتخابات ریاست جمهوری به مرحله دوم رسید و آقای پزشکیان از جناح اصلاح طلب و آقای جلیلی از جناح تندرو جناح راست محافظه کاران به مرحله بعدی رسید و انتخابات رو در هفته آینده جمعه هفته آینده برگزار خواهند کرد. پیشنهاد اصلی من این است که همونطوری که بیشتر خانواده های شهدا و خانواده های آسیب دیدگان این جنبش های اخیر و زندانیان سیاسی و بیشتر کسانی که به اصطلاح فعال سیاسی بودن احزاب سیاسی که تقریبا همشون بالاتفاق نظرشون این بود که در انتخابات شرکت نکنیم و انتخابات رو تحریم بکنیم، بیشتر مردم در انتخابات شرکت نکردن و انتخابات رو تحریم کردن. من هم جزو کسایی هستم که تاکید دارم برای این که در این انتخابات شرکت نکنیم، ولی به هر حال قسمتی از نیروهایی که در ایران زندگی میکنن در ایران به دلیل اینکه یا کارمند دولت هستند یا بالاخره به دلیلی مجبورن در انتخابات شرکت بکنن، قسمتی از مردم بالاخره در این انتخابات شرکت خواهند کرد به زور و این قسمت معمولا رأی های باطله رو نشون میده، به شکلی که رأی باطله این مرحله در انتخابات بیشتر از رأی بود که آقای اون نمایندهی که آخوندی که در انتخابات شرکت کرده بود تقریبا 250 هزار رأی آورد، ولی کسایی که رأی باطله داشتن 1.5 میلیون داشتن. به هر حال من توصیه‌ام این است که باز هم در این انتخابات شرکت نکنید، ولی اگر مجبور هستید در این انتخابات شرکت بکنید من پیشنهاد میدم که حتما به جلیلی رأی بدید. حالا چرا به جلیلی رأی بدید؟ من فکر میکنم که وجود کسایی که جز جناح اصلاح طلب هستند در قدرت هیچ مزیتی برای هیچ کدوم از ما نداره. ما اینو در خاتمی، دوره خاتمی دیدیم، در دوره به اصطلاح روحانی دیدیم و در مراحلی هم که مثلا کروبی و موسوی هم در جریان انتخابات بودن اون رو هم به اون شکل دیدیم. متاسفانه نیروهای اصلاح طلب توان و جرأت و جسارت عبور از جمهوری اسلامی رو ندارن و وقتی که حکومت رو در دست میگیرند یک عنصر کاملا غیر اکتیو، یک عنصر کاملا پسیو میشن و تقریبا به غیر از بله قربان گفتن به جناب آقای خامنه ای هیچ کار دیگه ای نمی کنن. ولی اگر جناح به آقای بالاخره جلیلی به حکومت برسه به قدرت، من فکر میکنم که تأثیرات بیشتری خواهد داشت، به دلیل اینکه رسیدن به قدرت باعث میشه که اختلاف به وجود بیاد در بین نیروهایی که در قدرت هستن. این منافع قدرت، این به اصطلاح قدرت و ثروتی که در دست ریاست جمهوری قرار خواهد گرفت باعث میشه که اختلاف به وجود بیاد بین حاکمیت. ما اینو در دوره احمدی نژاد دیدیم، وقتی که مثلا احمدی نژاد رئیس جمهور بود ما اینو به شدت با اختلافاتی که با آقای خامنه‌ای به وجود آورد، با سیاست‌های پوپولیسمی که داشت، باعث شد که ایران هم از لحاظ سیاست خارجی به شدت مورد فشار قرار بگیره، قطعنامه‌های بسیار زیادی از لحاظ سازمان ملل براش تصویب بشه و همین که اختلافاتی که با خود آقای خامنه‌ای به وجود آورد، مثلا برای رسید اون وزیر اطلاعاتی که میخواست انتصاب بکنه منتصب بکنه و خامنه‌ای اجازه نمیداد، اختلافاتی که بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای به وجود آورد خیلی تأثیرات عمیق‌تری داشت بر اون هسته قدرت در جامعه ایران، در قدرت سیاسی ایران، تا اینکه یک انقلابی به اصطلاح محافظه‌کار نه و یک انقلابی به اصطلاح مصلحت طلب و به اصطلاح یک انقلابی اصلاح طلب بخواد در حکومت قرار بگیره. من فکر میکنم اگر مجبور هستید که در انتخابات شرکت بکنید، اگر میدانید که اجباری در انتخابات هست برای اینکه مهری بخوره به شناسنامتون،
اگه در انتخابات شرکت میکنید سعی بکنید به جلیلی رأی بدید، به دلیل اینکه رسیدن جلیلی به قدرت باعث میشه که اختلاف اون هسته سخت قدرت با همدیگه اختلاف پیدا بکنن و باعث ریزش نیروهای خودشون بشه. از طرف دیگه احتمال به قدرت رسیدن آقای ترامپ در آمریکا زیاده. از طرفی جنگ اسرائیل و حزب الله و حماس در جریانه و رسیدن یک کسی تندروی به نام آقای جلیلی در قدرت ایران تأثیرات بسیار بسیار مهم می خواهد داشت. اگر نیت شما براندازی هست، اگر نیت شما این است که در جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنید، من فکر میکنم که رأی ندادن اولین مرحله است، ولی اگر مجبور به رأی دادن هستید انتخاب جلیلی تأثیر بیشتری خواهد داشت تا انتخاب آقای پزشکیان. آقای پزشکیان یک عنصر خیلی خیلی بیخاصیت خواهد بود، هیچ کاری نخواهد کرد، هیچ مخالفتی نخواهد کرد و سعی خواهد کرد که طول عمر نظام رو بالا ببره، در صورتی که آقای جلیلی احتمالاً با سیاست خارجی رادیکالی که در پیش خواهد گرفت احتمالاً باعث بشه که نیروهای خارجی رو، سیاست خارجی رو به ضرر حکومت جمهوری اسلامی تشویق بکنه، به ضرر جمهوری اسلامی سازماندهی بکنه و تأثیری بذاره که مثلا آقای احمدی نژاد گذاشت. احمدی نژاد وقتی که در قدرت بود با اون شعارهایی که بر علیه اسرائیل میداد، با اون ادعاهایی که در مورد هولوکاست داشت، با اون سیاست به اصطلاح رادیکالی که در مراحل خارجه‌اش رو در سیاست اتمی در پیش گرفت، باعث شد که قطعنامه‌های بسیار شدیدی بر علیه ایران تصویب بشه و جوری شد که بعد از اون روحانی که اومد سر کار مجبور شدن که این برجام رو امضا بکنن و بخوان از شدت تحریم‌ها کم بکنن. به هر حال من فکر میکنم که فرصت بسیار مناسبی هست. من پیشبینیم این است که جلیلی رأی خواهد آورد، به دلیل اینکه بالاخره جناح اصولگرات رأیشون بیشتر از آقای پزشکیان بود. تنها شانسی که پزشکیان ممکن است داشته باشد این است که جریان اصلاح طلب بتونه مردم رو تحریک بکنه بیان در انتخابات شرکت بکنن، ولی من باز هم تأکید میکنم که پیروزی جلیلی برای عبور از جمهوری اسلامی بیشتر به نفع ماست. هرچند ممکنه مردم آسیب ببینن، هرچند ممکنه از لحاظ اقتصادی مردم در مضیقه بیشتری قرار بگیرن، هرچند ممکنه آزادی های سیاسی کم بشه، ولی به هر حال اگر هدف ما عبور از جمهوری اسلامی و رسیدن به دولتی هستش بعد از جمهوری اسلامی، رسیدن به دموکراسی هستش، راه بهتری به غیر از این نخواهیم داشت که جلیلی رو بیاریم سر کار و تندروی جلیلی باعث بشه که نیروهای خارج از کشور با همدیگه متحد بشن، دیپلماسی جهانی بر علیه جمهوری اسلامی متحد بشه و در داخل کشور بین نیروهایی که در قدرت هستن اختلاف به وجود بیاد. شما اگه دقت بکنید وجود آقای احمدی نژاد باعث شد که خیلی تأثیرات عمیق‌تری در جناح اصولگرا به وجود بیاره و جناح اصولگرا رو تقریبا با همدیگه در اختلاف بندازه. همین آقای رئیسی هم وقتی که رئیس جمهور بود اختلافات خوبی در بین جناح اصولگرا پیش آمد، به دلیل اینکه هسته قدرت وقتی که در دست این گروه قرار میگیره برای تقسیم غنایم با همدیگه اختلاف پیدا خواهند کرد، ولی اگر این بیفته دست اصلاح طلبان جناح اصولگرا با هم متحد خواهد شد و جناح اصولگرا هم جناح اصلاح طلب هم واقعا جروازه و استعداد این رو نداره که به نفع مردم در انتخابات یا در بافت قدرت بخواد مذاکره و چانه زنی داشته باشه. من تأکیدم بازم این است که اگر می توانید در انتخابات شرکت نکنید، تحریم بکنید که این یک رفراندوم است بر علیه جمهوری اسلامی و عبور از جمهوری اسلامی، ولی اگر در انتخابات مجبور هستید شرکت بکنید جلیلی رو انتخاب بکنید که با انتخاب جلیلی هسته قدرت دچار اختلاف بشه و فشار خارجی باعث بشه که یک قدم به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیکتر بشه. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، به امید دیدار شما در ایرانی آزاد و آباد و دموکرات.